روح الله خمینی 45 سال پیش با شعار راه قدس از کربلا می‌گذرد، 100 هزار جوان ایرانی رو به قتلگاه جبهه جنگ با عراق فرستاد. از حملات 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا امروز، جمهوری اسلامی دست کم 10 فرمانده نظامی دوران جنگ عراق رو در سوریه و لبنان از دست داده. در این مدت ناامنی ناشی از واکنش تلافی جویانه اسرائیل باعث سقوط آزاد ارزش ریال و تقریبا تعطیلی بازار بورس شده. از کینه‌توزی جمهوری اسلامی با اسرائیل چه کسی آسیب می‌بینه؟ گزارش حسن سربخشیان. شما فکر می‌کنین همه شما حزب الله، ما همه حزب شیطانیم؟ نتایج نزاع جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل برای ایرانیان چه بوده؟ این عنوان مناظره بین دو جامعه شناس در هفته گذشته بود تا حاصل 45 سال حکومت اسلامی را برای مخاطب ایرانی به تصویر بکشند. با این تفرعون، این فرعون معابی که پیش گرفتیم در 45 سال گذشته، نه تنها انسان ایرانی بلکه کل این منطقه را با خطر روبرو کردیم. این بهش نمیگن مقاومت، این بهش میگن نابودی. علی‌القاعده مثلا الان باید فضای عمومی ما فضای هراس و وحشت سراسری باشه. من بیشتر تو فضای مجازی فارسی، توی گفتگوهای روزمره با بخشای نه با کسایی که مثل خودم، تو کاسب محل، با راننده تاکسی، من بیشتر طنز میبینم. اتفاقا جامعه ایران تو 100 نقطه میلنگه، تو یه نقطه کار کرده، اونم نقطه مقاومت بوده. جوانان و نوجوانانی که با انقلاب سال 57 دوران سختی را گذراندند، اکنون در دهه‌های 50 و 60 زندگی، خود و فرزندانشان را قربانی سیاست‌های ایدئولوژیک نظام اسلامی حاکم بر ایران می‌دانند. داریم مردم به مرز جنون رسوندیم. چرا جمهوری اسلامی مانده؟ چون ایران نابود شده. تمام شد رفت. هزینه بقای این حکومت نابودی یک سرزمین بوده، نابودی تاریخه، نابودی یه دینه، نسل‌ها تباه شدن. بله، جمهوری اسلامی به زور داره میمونه. با شدت گرفتن امکان بروز جنگی فراگیر بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، جامعه ایران در بحرانی خودساخته گرفتار شده که اکثریت مردم هیچ نقشی در به وجود آمدن آن نداشتند. در این گزارش سراغ دو نفر از ایرانیان رفتم که در دهه 1350 خورشیدی دوران نوجوانی خود را سپری کردند و از آنها درباره تجربه انقلاب 57 و جنگ 8 ساله ایران و عراق پرسیدم. مژگان قاضیراد اگرچه از واپسین روزهای حکومت پهلوی در آمریکا ساکن بود، اما با بازگشت به ایران شاهد جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. تا 14 بعد کتاب خانه خیابان خورشید را که روایت دختری نوجوان از انقلاب 57 و جنگ ایران و عراق است به زبان انگلیسی منتشر کند. من فکر میکنم که ما تجربه های انسانیمون رو در رمان بازنویسی میکنیم، تجربه هایی که برای همه ما انسان ها مشترکه، و وقتی که یک نوجوان یا یک جوان امروز این کتاب رو میخونه، ممکنه که حالا خودش اینا رو تجربه نکرده باشه، ولی تجربه کسی مثل خودش رو در این درباره این موضوع میبینه و میتونه به زشتی جنگ، به هولناک بودنش و اثرات مخرب که داره آگاه بشه، بدون اینکه خودش تجربه کرده باشه این اتفاقات رو. تورج سیانفوری نوجوانی بود که با آغاز جنگ ایران و عراق تصمیم به مهاجرت به اسرائیل گرفت. من دوره جنگ ایران و عراق، اصلا شروع جنگ، خودم به عنوان یک پسر بچه 11-12 ساله در شهر سرپل ذهاب، اونجا ما زندگی میکردیم که شهر مرزی هست، اگه ایرانو خوب بیادتون باشه، سرپل ذهاب تقریبا میشه 4-5 کیلومتر از مرز عراق، ما اونجا زندگی میکردیم و اصلا جنگ از اونجا شروع شد. اصلا اول جنگ که خیلی وضعیت بد بود، ما میرفتیم توی یکی از این پادگانا در شهر کرند، اونجا وای میسادیم که من به عنوان مثلا یه پسر بچه 10-11 ساله وای میسادم با یه قابلمه، مامانم دستم میداد خدا رحمتش کنه، میرفتیم مثلا غذا بهمون بدن. اون زمان در بدر شدیم، چون چیزی دست همجوری خودمونو گرفتیم و دویدیم تو قارا که از زیر موشکا در بیان. امروز
هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دارد حدود 8000 تومان می باشد. پررنگ شدن سایه جنگ در هفته های گذشته، بار دیگر زمزمه بازگشت به دوران سهمیه بندی مایحتاج اولیه مردم در ایران را بر سر زبان ها انداخته. طرحی که زندگی در دهه 1360 در ایران را در اذهان تداعی می کند. جنگ چون اتفاق خیلی بزرگی هست در ذهن و در ذهن نوجوان یا کودک، بیشک به بسیار پررنگ باقی خواهد ماند و اون چیزی هستش که تجربه شخصی من هست. رنگ ها، بوها، صداها، همه اینا توی ذهن من مونده. مثلا اون وقتی که از مدرسه برمیگشتم خونه و میدیدم مثلا سر کوچه یه هجله زدن، خب این هجله چیزی هستش که برای منی که اصلا با چنین فرهنگی آشنا نبودم و ندیده بودم، یه دفعه دیدن یک حجره چراغانی برای مردن یک جوان، شهید شدن یک جوان، چیز خیلی قابل، یعنی تازه‌ای بود. یا این صحنه دیگه هم از توی کتاب، وقتی که امیر پسر دایی موجی شهید میشه، موجی توی بهشت زهرا است و بهشت زهرا همه چیزش برای موجی تازه است و پشت سر هم بلاک پشت بلاک شهید، نوجوانایی که سنشون تقریبا اندازه موجی هستش، یعنی حالا 10 سال، ممکن 5 سال 6 سال از موجی بزرگترن توی اون زمان، براش تعجب آوره. و دیدن فواره خونین وسط میدان بهشت زهرا، حالا نمیدونم الان هم هست، یا دیدن اون یه چیزی هستش که همیشه به یادش میمونه. اون صحنه فواره‌ای که ازش خون داره پایین میاد، آبی که قرمز کردن که خون داره پایین میاد، چیزی هستش که همیشه به یاد موجی میمونه. بحران اقتصادی و تورم سرسام‌آور فشار روزافزون بر زندگی مردم را افزایش داده و باعث فقیرتر شدن بیش از نیمی از جمعیت کشور شده. بر اساس اظهارات سرپرست دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، از هر 4 نفر در ایران یک نفر به یکی از اختلالات روان مبتلاست. ما هم که بچه مدرسه بودیم و خب وضعیت برای ما یه چیز وحشتناکی بود. یعنی ما اصلا عادت به جنگ نداشتیم و جنگ نمیدونستیم چی، و دیدیم که خیلی وضع داره خراب میشه، موشک میاد، راکت میاد، سربازا، تانکا، اینور اونور دیگه. یواش یواش پدرم هم خب خیلی عاشق ایران بود، واقعا من کسی ندیدم انقدر عاشق ایران باشه، تا لحظه آخرم که اصلا نمیتونست ایران ترک کنه. به همین دلیل من و دوتا برادرم، یعنی حدود 15 سال قبل از پدرمون اومدیم به اسرائیل. تأثیر عمیق مشکلات اقتصادی، روحی روانی و همچنین عدم احساس رضایت از زندگی در میان جامعه ایرانیان برای چندین دهه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد تا تجربه یک زندگی عادی در جامعه ایران به آرزوی دست نیافتنی بدل شود. اگه یک باره ما تسلیم بشیم، کل سلاحمون رو زمین بذاریم، انرژی هسته رو سب کنین. نه، میخوام بگم الان راه حل شما چیه؟ یه باره ما مثلا نظام جمهوری اسلامی یهو بگه اصلا من نیستم، من عدم میشم. نمیتونم تصور کنم من در قرن 21 بحثم با توی کشور این باشه که اون 3 تا زد ما 2 تا بزنیم. من اصلا نمیتونم تصور کنم ما چرا باید صبح تا غروب دنبال این باشیم که سیاسیون ما دارن میگن که اگر این زد ما خواهیم زد، ما اینو نابود میکنیم. یعنی چی این ادبیات؟ رتوریک ایناست آقای سفر، نه من.